سلام دوباره به شاهین نصیری عزیز و لیلا فخفوری آذر. ممنون که وقت گذاشتید و با زمانه صحبت میکنید، با من صحبت میکنید. موضوع صحبت امروزمون خب در رابطه با کتابیه که به همت شما ترجمه و تعریف شده با عنوان روایت‌های از خاک برخواسته انقلاب، یا با این مطلع گفتگو با کنشگران و رهبران سیاسی ایران از فرد هالیده که نشر باران، که فکر میکنم باید گفت نشر فخیم باران، این کتاب منتشر کرده. ما در این باره میخوایم صحبت کنیم. اگر که سلامی صحبتی دارید در اول گفتگو، میکروفون در اختیار شماست. منم سلام میکنم، خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو به ما دادید که در مورد این کتاب بیشتر صحبت بکنیم. سلام میکنم به شما و مخاطبانتون. خیلی ممنون. خانم فخفوری، آقای نصیری، کتاب موضوعش انقلابه، انقلاب 57. به عنوان اولین پرسش، چرا به سراغ این موضوع رفتید؟ یعنی چرا فکر کردین که در بعد از 40 سال که از انقلاب 57 گذشته هنوز جا داره که درباره اون صحبت بشه و این کتاب در بیاد؟ هر کدوم از شما مایلید اول شروع کنید، من میشتم. من میتونم شروع بکنم در مورد این موضوع. ما این پروژه تحقیقی رو در حقیقت با یک مشاهده و یک پرسش اصلی شروع کردیم. مشاهده اصلی ما این بود که خب انقلاب سال 1357 به هر شکلی که بهش نگاه بکنیم یک اتفاق سترگ سیاسی اجتماعی که در چارچوب جامعه ایران و تاریخ معاصرش اتفاق افتاده، اما چطوره که پدیده‌ای به این مهمی به شکل‌های خیلی در واقع تقابلی روایت میشه، روایت‌های خیلی تقابلی ازش وجود داره. اون چیزی که ما اسمش رو کلان روایت گذاشتیم و توی مقدمه کتاب هم بهش اشاره کردیم، به یک روایت خیلی حاکمی اشاره داره که مشخصاً از سوی نظام سیاسی که بعد از انقلاب 1357 بر ایران حاکم شد ارائه میده، و خود وقوع انقلاب رو و اهداف و ایدئال‌هایی که پشتش بوده به مثابه تلاش برای تغییر همه جانبه در نظام اجتماعی سیاسی رو به یک نگاه فرو میکاهه. در این حال توی سالهای اخیر هم شاهد این بودیم که از جوانب دیگه‌ای با در واقع نیروهای دیگه‌ای، صداهای دیگه‌ای با در دست داشتن ابزارهای مشخص، اونها سعی دارن که مثلا یک روایت دیگه‌ای رو در مقابل اون روایت اصلی و حاکم ارائه بکنن. این پرسش برای ما به وجود اومدش که خب در مقابل این کلان روایت‌هایی که از انقلاب وجود داره که هر کدوم قطعاً بازتاب دهنده خاستگاه فکری و ارزشی و در این حال طبقاتی کسایی که پشت این روایت ها قرار دارن، آیا یک پدیده به اون شگرفی قابل فروکاستن به یکی از این دو دیدگاه لزومن؟ این مشاهده ما بود که منتهی شد به این پرسش که امروز ما به عنوان کسانی که تو شرایطی زندگی میکنیم که به هر شکلی همچنان متأثر هستیم از اون اتفاقی که 41 سال قبل افتاده، ما چطور میتونیم نگاه دست اولی از جانب خودمون به اون پدیده داشته باشیم و یک بار دیگه بتونیم وا بکابیمش، ولی مشخصا با مراجعه به منابعی که خب حالا توی رویکردهای پژوهشی منابع دست اول طبقه بندیشون میکنیم، نه روایت هایی که از خلال نگاه های مشخص و تحلیل های مشخص گذشته و به ما رسیده. ما این کتاب رو در حقیقت، این پروژه تحقیقی رو با این مشاهده و پرسشی که بر اساس این مشاهده برامون ایجاد شد شروع کردیم. شاهین جان، شما چیزی میخواید اضافه کنید یا سوال بعدی رو؟ فقط میتونم این رو اضافه کنم که در ادامه صحبتی که خانم فخفوری آذر کرد، که انقلاب 57 فقط یک واقعه سیاسی نیست، شاید مهمترین رخداد سیاسی که ایران تو چند صد سال اخیر باهاش مواجه بوده. علتش هم اینه که انقلاب 57 تنها یک بلوای سیاسی نبود، تنها یک جنگ یک حاکم با حاکم دیگه نبود که یک سلسله حاکم از بین بره و یک سلسله حاکم دیگه پادشاهی بیاد حاکم بشه. اون چیزی که در شروع انقلاب 57 اتفاق افتاد، پایان بخشیدن به در از فرمان روایی پادشاهان بود، و به همین دلیل شاید درک، یعنی پیدا کردن درک درستی از این واقعه
به ما اصلا باید کمک بکنه که بتونیم ساختار سیاسی ایران رو چه در آنچه بعدش اتفاق افتاد و چه در آنچه باید بعد از اون اتفاق بیفته رو اول تبیین بکنیم و عملا به علت سانسور ساختاری توی نهادهای آموزشی در ایران و تبلیغات یک جانبه که از سوی نظام حاکم شده، ما اصلا درک دست اول و صحیحی راجع به انقلاب 57 نداریم و هر چقدر که در این 40 سال از این واقع گذشته، درک ما کدرتر و مخدوشتر شده نسبت به اونچه که واقعا تو انقلاب 57 رخ داده و انگیزه هایی که درش دخیل بوده. به همین دلیل ما فکر کردیم خب جامعه جوان ایران که در از اکثریت مطلق این کشور ما هم در از تشکیل میدن، هیچ کدومشون اصلا با علت اینکه اصلا حضور نداشتن تو انقلاب، هیچ نمیتونن درک یک چی میگم بی واسطه ای با اون چیزی که رخ داده داشته باشن و فقط با داوری هایی مواجه بودن که دیگران به اونها منتقل کردن بدون اینکه اونها بتونن به منابع دست اول دسترسی داشته باشن و خودشون به داوری مستقل خودشون برسن. این مهمترین انگیزه ما در اصل برای در اصل تألیف و ترجمه این کتاب بود. حالا با توجه به صحبت اخیر خود شما آقای نصیری، پرسش من از شما دو عزیز اینه که آیا مخاطب شما صرفا جوانانن در این کتاب، یعنی کسانی که نسل حالا بگیم سومن، نسل سوم انقلاب، یا اینکه اصلا بذارین پرسش اینجوری من مطرح کنم که مخاطب اصلی شما و جامعه هدف شما در این در ترجمه این کتاب کیه و دوست دارید این کتاب بیشتر توسط چه کسانی مطالعه بشه و به دست چه کسانی برسه؟ ببینین کتاب وقتی شما یک اثر رو می‌نویسید دیگه از شما خارج شده، یعنی مثل بچه‌ای میمونه که متولد شده و دیگه اینکه چه جوری خونده میشه دست کی میرسه دیگه دست شما نیست. ولی اگه بخوام یه جواب صریحی به پرسش شما بدم اینه که بله، مخاطب عام کتاب میتونن همه ایرانیان باشن، همه فارسی زبانان باشن، اما انگیزه‌ای که ما خودمون این کتاب رو نوشتیم و در اصل علتی شد برای اینکه بیایم روی این پروژه وقت بگذاریم، این بود که هم نسلای ما و کسایی که از ما جوانتر هستن در دورانی زندگی میکنن که ممکنه دستخوش تغییرات بزرگ سیاسی بشه و ما نمیخوایم که نسل، چون زمانی که انقلاب 57 اتفاق افتاد اون نسلی که انقلاب رو انجام داد امروز میدونیم که درک درستی از انقلاب قبلی خودش، یعنی انقلاب مشروطه، نداشته و نمیدونسته که چه نیروهایی، چه طبقاتی توی اون انقلاب دست داشتن، چه کسایی نقش مخرب داشتن، چه کسایی نقش پیشرونده داشتن، پیشبرنده داشتن. و ما میخوایم هم نسلای خودمون، هرچند که چی میگن هدف این کتاب خیلی هدف چی میگن کوچکیه، این فقط یک تکه کوچکی از انقلاب 57 رو میتونه بازگو بکنه و روایت‌های خیلی محدودی رو هم داره نشون میده، ولی با این حال ما فکر میکنیم که نسل جوان میتونه از آن داده هایی که تو این کتاب هست و خیلی هم دست اول هست و متعلق به روزهای اول انقلاب هست میتونه بهره زیادی ببره. خانم فخفوری شما نکته هست که بخواید از من ضمن تایید تمام نکاتی که آقای نصیری گفتن دوست دارم به این موضوع هم اشاره بکنم که کتاب روایت های از خاک برخواسته انقلاب به خاطر نوع مطالبی که توش وجود داره، بازه زمانی که بهش تعلق داره، روی کرده شخصی که این مصاحبه ها رو انجام داده یعنی فرد هالیدی و نحوهی که ما تلاش کردیم اینا رو کنار هم قرار بدیم و مطالبی که به این گفتگوها در واقع اضافه کردیم، یکی از منابع پژوهشیه که خب تو دسته منابع اولیه مربوط به تاریخ شفاهی سالهای بعد از انقلاب طبقه بندی میشه. علاوه بر مخاطب عام، من معتقدم که پژوهشگرانی که تو حوزه تاریخ انقلاب هم کار میکنن میتونن از این منبع استفاده کنن، به ویژه اینکه بعضی از مسائل کمتر دیده شده و کمتر گفته شده تو خلال خیلی از این مصاحبه ها بهشون اشاره شده و در این حال حداقل بعضی از گفتگوهایی که توی این کتاب وجود داره میتونه دعوتی باشه برای کنکاش بیشتر و شناخت بیشتر بعضی از صداهایی که اصولاً تو روایت‌های مسلط از انقلاب انعکاس پیدا نکردن، بهشون توجه نشده. در نتیجه من فکر میکنم علاوه بر مخاطب عام، این کتاب مشخصاً برای پژوهشگران حوزه انقلاب هم خیلی میتونه مفید باشه. من فکر میکنم اینجا جای خوبیه که من بتونم سوال بعدی رو مطرح کنم، چون میخواستم بپرسم از شما چرا فرد هالیدی کسی بوده که شما مصاحبه‌هاش رو انتخاب کردین، ترجمه کردین و در این کتاب آوردید.
کسان دیگه هم بودن که توی اون مقطع مصاحبه‌هایی حالا چه با این افراد و چه با کسانی که توی این کاتگوری قرار میگیرن انجام دادن، حالا مثلا اوریانا فالاچی بوده یا کسای دیگه. چرا به صورت مشخص فرد هالیدی توسط شما انتخاب شد، مصاحبه‌هاش رو انتخاب کردید برای این کتاب؟ ببینید فرد هالیدی به این مجموعه در از مصاحبه هایی که در این کتاب بازتاب یافتن، مجموعه مصاحبه هایی هستش که فرد هالیدی با رهبران سیاسی ایران انجام داده و در از وزن بیشتر مصاحبه هم میل میکنه به نگاه و دیدگاه رهبران اپوزیسیون از طیف های متفاوت، که این در اصل این دقیقاً اون بخشی، یعنی اون زاویه‌ای از انقلاب 57 ایرانه که کمتر خونده شده، کمتر شنیده شده و بیشتر و بیشتر سرکوب شده. یعنی شما تو این کتاب با روایت‌هایی از کسانی مواجه هستین که بسیاری از اینها یا توسط نظام جمهوری اسلامی به شکل فیزیکی حذف شدن، یعنی کشته شدن، ترور شدن، اعدام شدن، یا اینکه در اصل تصنیه سیاسی ایران با زور حذف شدن. و در از هدف اصلی ما این بود که چون در از فرد هالیدی مصاحبه هایی با این افراد انجام داده که جنبه تحلیلی و چالشی هم دارن، یعنی فقط جنبه بازتاب دیدگاه های اینا نبوده، فرد هالیدی سعی کرده که با پرسش های موشکافانه هم که در اصل داشته مخاطب خودش رو مواجه کنه با چالش هایی که میتونن این رهبران سیاسی چه از منظر سیاسی چه از منظر در از موضع گیری باش مواجه باشن. و از این منظر ما فکر کردیم که مجموعه مصاحبه میتونه یک رنگین کمانی رو در اصل به اشتراک بذاره با خوانندگانش که در اصل جای دیگه‌ای دیده نشده و خونده نشده. حالا من میام به خانم فخفوری، فقط پرسشی که در مقدمه میپرسم اینه که خانم فخفوری اگر امکان داره، غیر از اینکه اگر میخواین نکته‌ای رو اضافه کنین به پاسخ که آقای نصیری دادن، این مقدمه‌ای که از آقای هالیدی در ابتدای این کتاب اومده خیلی به این کتاب میشینه، این از کجاست و آیا مجموعه این مصاحبه و مقدمه جوری برای همدیگه در حقیقت تعریف شده بوده، یک پرونده ویژه بوده که حالا ما میتونیم مقدمه‌ای که اینقدر به موضوع هم میخوره تا اول کتاب ببینیم؟ در مورد نکاتی که آقای نصیری گفتن، شاید فقط خوبه من این مسئله رو هم اشاره کنم، همینطور البته با اشاره به نوعی که شما پرسش قبلی رو مطرح کردید و مشخصا اسمی که از اوریانا فالاچی بردید به عنوان شخص دیگری هم که یه سری مصاحبه ها و گفتگوهایی انجام داده. ببینید از نظر من بچه متمایز کار فرد هالیدی روی کرده پژوهشگرانه آکادمیک و تخصصش تو حوزه خاورمیانه و مشخصا ایران و انقلاب ایران هستش که کیفیت کاری رو که انجام میده بر حسب نگرشی که داره و روش‌هایی که به کار می‌بره ممتاز می‌کنه. و همونطور هم که قبل‌تر اشاره کردم، احساس می‌کنم ما نیاز داریم به اینکه هم خودمون کارهای جدیدتری در رابطه با تاریخ معاصر و تاریخ سیاسی اجتماعیمون انجام بدیم و هم سراغ منابعی بریم که با این رویکردها بیشتر تعیین شدن، به دلیل اینکه بتونیم تصویر قابل اعتناتری از واقعیت به دست بیاریم که در نتیجه به چیزی مجهز بشیم که بتونیم اسمش رو آگاهی بذاریم، نه اون چیزی که شبه آگاهی، تصویر معوجی از حقیقت بر مبنای اون برای ما شکل میگیره. این نکته یکی که من دوست داشتم اضافه بکنم. در مورد سوالی هم که در رابطه با مقدمه که هالیدی نوشته اشاره کردین، بله، بخش زیادی از این مصاحبه ها همونطور که ما تو مقدمه که خودمون هم نوشتیم توی یک کتاب اشاره کردیم، در مجله مریک ریپورتز ذیل پروژه‌ای که پروژه میدل ایست در واقع پروژه خاورمیانه نامیده میشد جمع‌آوری شده و هالیدی خودش بعد از انجام این گفتگوها این تحلیل رو نوشته، یعنی برداشت خودش رو هم از اون چه که مشاهده کرده و نتیجه‌ای که از گفتگوها گرفته اضافه کرده. این در حقیقت دلیلی هست یا کانتکست سیاقی هست که در اون این تحلیل هالیدی نوشته شده. پرسش بعدی من در باره نحوه انتخاب مصاحبه است. آیا شما تمام مصاحبه‌ای که توی حالا این پروژه یا توی این بازه زمانی بوده از آقای هالیدی رو تو این کتاب آوردید، یا اینکه این
انتخاب شده است یا مثلا مصاحبه دیگری بوده که شما حالا به هر دلیلی ترجیح دادید تو این کتاب نیاد؟ ببینید، فرد هالیدی زمانی که انقلاب رخ میده سعی کرده که از روز اول انقلاب در از پروژه انقلاب ایران رو به عنوان یک پژوهشگر و روزنامه نگار دنبال بکنه و در بازه زمانی حدود 4 سال مطالب بسیار زیادی در مجله مریل ریپورت منتشر شده و بخشی از اون مطالب هم مصاحبه هایی بودن که یا خود فرد هالیدی انجام داده یا دیگر پژوهشگران انجام دادن. منتها ما سعی کردیم در این مجموعه مصاحبه کنشگران و رهبران سیاسی که اسم دارن، یعنی خیلی مصاحبه انجام شده که به اسم نبودن یا به یک نماینده بینام و نشانی بوده که فرد هالیدی باش مصاحبه کرده، برای همین ما تمرکزمون روی رهبران و کنشگران سیاسی بوده و سعی کردیم که خب نظرات اونا رو بدون اینکه تمام تلاشمون بوده بدون اینکه شخصا اونها رو داوری بکنیم با مخاطبان و علاقمندان به اشتراک بگذاریم. همچنین ما کاری هم که کردیم اینه که یک بیوگرافی یک کوتاه به هر مصاحبه اضافه کردیم که مخاطبان بدونن که در از پیشینه فکری و سیاسی هر کدوم از آن افرادی که باشون مصاحبه اون موقع انجام شده چه بوده، از چه جریانی می اومدن، چه فعالیت های سیاسی کردن و در این زمینه هم سعی کردیم از نظر متدولوژیک در اصل پایبند باشیم به در اصل گفتهای دست اول خود این افراد، این تا جایی که تونستیم مراجعه کردیم به اون جوری که اون افراد خودشون رو معرفی کردن که برای همین هم خودش یه پروژه بود که ببینیم بتونیم به شکل همه جانبه ای و بی‌طرفانه ای بتونیم و همونطور هم که خودتون در کتاب ملاحظه میکنین شما از افراد از طیف های مختلف، یعنی از یک طیف خلخالی که در اصل نظام حاکم رو نمایندگی میکنه تا شکرالله پاکنژادی رو داریم که در اصل به دست همون نظام اعدام شده در سال 60، یعنی یک همچین طیفی نمایندگی میشه در این کتاب و در همین هنگام هم شما خب رهبران اپوزیسیون که خودشون دستی در سیاست داشتن یا مقام نخست وزیری مانند شاپور بختیار مقام نخست آخرین نخست وزیر شاه بودن یا اولین رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی که آقای بنی صدر هست یا حضور رهبران کرد، مثلا دیدگاه رهبران کرد در این کتاب به نظر من یکی از جالب ترین بخشای کتابه که میتونیم با دیدگاه در اصل این رهبران کرد شما دیدگاه رهبران کرد در آن زمان رو بخونین. این هم از این جنبه میگم که این مسئله هنوز مسئله جامعه ماست، یعنی داستان حقوق اقلیت‌های ملیت‌ها یک موضوع بسیار مهمیه که تو این کتاب شما باش مواجه میشین، دیدگاه در اصل گرایشات چپ ایران رو شما باش مواجه میشین که در اصل بخشی از چپ ایران درسته که در اول نخست در روزهای نخست انقلاب با دیدگاه های آیت الله خمینی همراه شد و امروز نقد بسیاری به اون نگاه هست، اما شما در عین حال در این مصاحبه ها میبینید که افرادی هم در چپ ایران حضور داشتن که از همون روز نخست مخالفت های خیلی سفت و سختی با دیدگاه های خمینی داشتن، با نظام سیاسی که میخواسته حاکم کنه از روز نخست باش مخالفت کردن. همینطور در این کتاب شما مثلا با دیدگاه های افراد مسلمانی، حالا چه رهبران روحانیان مسلمانی مثل شیخ عزت‌الدین حسینی رو میخونید تا آقای مسعود رجبی که از یک جریان سیاسی اسلامی نمایندگی میکنه که اونها هم دیدگاه کاملا متفاوت با اون چه دارن که آیت الله خمینی و در اصل حامیان ایشون میخواسته در ایران حاکم بکنه. حالا من به اسمی که شما اشاره کردین خلخالی برخواهم گشت، ولی خب نکته ای که من وقتی که کتاب رو تورق می کردم و نگاه می کردم جای زنان خالی بود اینجا، ولی البته خب روی جلد یک جورایی انگار از عمد اومده و تصویر قرار گرفته بود که این خلا رو بپوشونه. آیا من درست اینو فهمیدم که چون این انتخاب جلد و اینکه حالا این دلیل این که هیچ مصاحبه ما اونجا نداریم که یک زن با یک زن انجام شده باشه با یک زن فعال انقلاب، شما خودتون هم در خلال این پژوهش با این نکته برخورد کردید یا نه؟ به نکته بسیار مهمی اشاره کردید و این خودش در اصل باز از یک موضوعی باز نمایی میکنه به نظر من، یعنی ترکیب کاملا مردانه این مصاحبه ها نشون میده که در آن زمان با اینکه افرادی بودن که چی میگن مسئله حقوق زنان و جایگاه سیاسی زنان رو به رسمیت میشناختن، اما ما در آن موقع در اصل هیچ رهبر سیاسی زنی نداشتیم که در یعنی هم وزن با این افرادی که در این کتاب اومدن باشن
و فرید هالیدی سراغشون بره. این کاملا یک روایت یک یا واقعیتی راجع به انقلاب 57 ایران و خودش گویاست و در این حال در روی جلد کتاب میبینین که چقدر زنان مبارزی در آن دوران حضور داشتند که با انگیزه‌ای بسیار درخشانی توی این انقلاب مشارکت کردند و در اصل اولین کسانی رو هم که یعنی 50% جمعیت ایران اولین نیرویی بود، اولین نیروی بسیار بزرگ سیاسی در ایران بود که سرکوب شد. یعنی در اسفند 57 اولین حمله‌ای که نظام حاکم یعنی نظام جمهوری اسلامی که هنوز خودش رو تثبیت نکرده بود و هنوز خودش رو به رفراندوم هم نگذاشته بود، اولین یورش رو به حقوق زنان برد و خواست که این زنان رو از عرصه انقلاب بیرون بکنه. و ولی در روی جلد شما، کتاب شما این واقعیت رو هم می‌بینید که حضور آنها و روحیه مبارز اونها بسیار مشهود بوده در دوران انقلاب. نکاتی که آقای نصیری گفتن همشون درسته، به اضافه این مسئله که این واقعیت غیر قابل انکاره که از نظر نفوذ سیاسی یا قدرت گفتمان سازی سیاسی، اینکه خب ما زنانی داشته باشیم هموزن رهبرانی که توی این کتاب گفتگو باهاشون انعکاس پیدا کرده خب نبوده، اما حتما کسانی بودن که میتونستن مخاطب گفتگوها قرار بگیرن. شاید من اگر فقط بخوام به یک اسم اشاره کنم از اون دوران، شاید بتونم اسم خانم هما ناطق رو ببرم که ایشون و اشخاص امثال ایشون خیلی خوب می بود اگر همچین گفتگوهایی باهاشون وجود داشت و صداشون امروز برای ما از خلال یه همچین مجموعه هایی قابل شنیدن بود و دیدگاه هاشون البته قابل فهمیده شدن. این یه مسئله است. اما مسئله که در مورد جلد کتاب اشاره کردید، بله خیلی این نگاه تیزبینیه و بله مسئله ما همینه که چطور یک صدایی به این واضحی، یک نیروی به این حاضری چقدر به سادگی میتونه از خلال یک گفتمان مسلط حضورش و خواسته هاش نادیده گرفته بشه، در حالی که اگرچه در جای جای و لحظه لحظه وقوع چنین اتفاق سترگی حضور داشته و اولین تجاوز و تعدی به حقوقش و تمامیت حضورش توسط نظام حاکم صورت گرفته چقدر به سادگی حذف شده. و شاید این در واقع جلدی که ما برای کتاب انتخاب کردیم یه جور ادای دین ما به این موضوع بوده و تلاش برای این مسئله که نه، این حضور به هیچ وجه انکار شدنی نیست و حذف شدنی نیست. سوال بعدی من در رابطه با همون بحث آمدن مصاحبه کسی مثل خلخالی در کنار افراد و چهره‌های اپوزیسیون. حالا شما آقای نصیری یک اشاره کوتاه کردین، ولی برای خود من که اینو کتاب رو میخوندم شاید یک نکته که برای من سوال بود همین بود که چرا یک دفعه وسط مثلا چهره‌های شناخته شده اپوزیسیون ما یک مصاحبه داریم از آقای خلخالی. اگر بیشتر در این موردم توضیح بدید ممنون میشم. ممنون. نکته اول اینه که خود هالیدی این مصاحبه رو با خلخالی انجام نداده، ولی علت این که برای خود ما جالب بود که چرا در مجله مری ریپورت مصاحبه‌ای با خلخالی، آن هم ناقص، منتشر شده. و وقتی هم که ما با این مصاحبه برخورد کردیم به این نتیجه رسیدیم که اتفاقا چون اسم خلخالی زیاد در آن دوران مطرح میشد و نقش بسیار چی میگن پررنگی رو در اوایل انقلاب داشت، به نوعی بازتاب دادن دیدگاه او هم جالب بود و حیف و چه حیف که این مصاحبه کامل نیست در این کتاب. نکته دوم اینه که در آن زمان، این هم نکته جالب دیگه اینه که در آن زمان، یعنی در روزهای نخست انقلاب، همونطور که فرید هالیدی هم توی تحلیلش از روزهای سالش یعنی بین 57 تا 60 داره در تحلیلش داره اشاره میکنه، خلخالی به نوعی یک شخصیت اپوزیسیون هم دیده میشه و هالیدی هم در تحلیلش به یک نوع جناحگرایی، یک نوع فکشنالیزم، یک نوع جناحگرایی در داخل نظام جمهوری اسلامی اشاره میکنه که در اون جناحگرایی در اصل خلخالی به عنوان اپوزیسیون در اون حکومتی دیده میشه. و با اینکه ما امروز برامون شاید از دید امروزی و نگاهی که شاید از بیرون بکنیم خلخالی رو فردی بدونیم که بسیار به حاکمیت نزدیک و واقعا هم همینطور بوده، منتها در روزهای نخست انقلاب به نوعی به عنوان شخصیت منتقد هم دیده می شده که هدف و چرا چون خلخالی خیلی
نگاه تندروتری داشته نسبت به خیلی از افرادی که در حزب جمهوری اسلامی بودن و میخواسته خیلی چی میگن همونطور که هم در مصاحبه اشاره میکنه اعتقاد او این استش که باید با خونریزی هرچه بیشتر اهداف انقلاب رو پیروز کرد و اون رو کاملا مشروع میدونه. و خب در مقابل شما خب با دیدگاه های کسانی هم توی همین کتاب مواجه هستیم که در اصل قربانیان روی کرده آقای خلخالی هستن و به نظر من کنار هم قرار دادن این نوع دیدگاه ها میتونه به خواننده در اصل یک چی میگن یک نوع آگاهی بیشتری بده که چجوری اصلا به پدیده انقلاب 57 نگاه کنه. خانم فخفور شما نکته میخواین اضافه کنید؟ ضمن اینکه من دوست دارم اینجا شما یکم بیشتر در رابطه با اون بحثی که در مقدمه کتابم اومده، اون بحث روایت قالب جمهوری اسلامی از اینکه یک ابرمردی بوده اومده همه این کارها رو کرده و هم انقلاب کرده هم انقلاب رو اداره کرده جنگ رو برده، با اون چیزی که حالا این اپوزیسیون اون چیزی که من میبینم مصاحبه‌ای که توی این کتاب شده همه به نوعی نمایندگی کننده اون بخش هستن که میگن انقلاب سرقت شد، انقلاب رو از ما دزدیدن. اگر ممکنه در مورد این بخش هم بغیر از این که حالا به موضوع آقای خلخالی اگر دوست دارید اشاره کنید بیشتر برای مخاطب ما توضیح بدید. در مورد گفتگوی با آقای خلخالی به نظرم آقای نصیری همه موارد رو اشاره کردن و منم فقط میخوام روی مسئله تاکید دوباره داشته باشم که قرار دادن همه این نگاه ها کنار هم دیگه در این مجموعه شاید این فرصت رو به مخاطب بده که با در واقع دو سر طیف نیروهایی که خودشون رو ایجاد کننده این انقلاب یعنی سهیم توی ایجاد کننده این انقلاب میدونستن آشنا بکنه. یعنی این پدیده به قدری پیچیده و چند وجهی هستش، چند بعدی هستش که قابل فروکاستن به یک نگاه حقیقتا نیست، گرچه که یک نگاهی در نهایت با تثبیت یک نوع نظام سیاسی مشخص تونسته ادعای این رو هم داشته باشه که از ابتدا اساسا خودش بوده که این انقلاب رو ایجاد کرده. این به نظرم توضیح خوبیه در مورد چرایی در واقع حضور نگاه آقای خلخالی توی این مجموعه. در مورد سوالی هم که شما مطرح کردید، خب فکر میکنم در واقع فهم این مسئله که ما با یه روایت مسلطی از تاریخ انقلاب 57 مواجه هستیم بخش زیادیش حتی شهودی باشه، یعنی که انقدر این روایت حاضره، اونقدری که به مسئله آموزش رسمی در ایران برمیگرده و رسانه ها و کلیه ادبیاتی که ذیل در واقع حاکمیت این نوع آموزش و این نوع رسانه در ساخت افکار عمومی، ادبیاتی که ذیل این مجموعه در حقیقت تولید شده، به نظرم خیلی شهودیه، یعنی یه بخش زیادش غیر قابل انکاره. اما نکته‌ای که هست اینه که خب همیشه اون کسایی که از منظر در اختیار داشتن قدرت پیروزمندان محسوب میشن، خب روایت مسلط از تاریخ رو هم اونها می‌نویسن و همین ضرورتی رو ایجاد میکنه برای اون کسایی که نزدیکی احساس میکنن به روایت های سرکوب شده، یک. دو، برای اون کسایی که تعهدی به حقیقت احساس میکنن، هم تعهد به حقیقت از نظر اینکه بفهمیم چه چیزی در حقیقت اتفاق افتاده، هم تعهد به حقیقت به این معنا که تلاش بکنیم تصویر واقعی تری از گذشته داشته باشیم به خاطر اینکه بفهمیم امروز چرا و به چه دلیل اینجا ایستادیم و اگر با چیز دیگه ای مواجه شدیم یا خواستیم بسازیم چه نگاهی باید داشته باشیم به گذشتمون و چطور نیروها رو باید بشناسیم در امروزمون. به نظرم توجه به اون نگاه مسلط و اون کلان روایت از این زاویه است که اهمیت پیدا میکنه. در این حال که همونطور که توی اول صحبتم هم اشاره کردم، به موازات این نگاه مسلط توی سالهای اخیر نگاه های دیگه هم هستن که از جانب کسانی که خب ابزار سرمایه رو در اختیار دارن، از جانب کسانی که مشخصاً یک نوعی از طبقات رو نمایندگی میکنن با تمام ارزش های اجتماعی و سیاسی که به اون طبقه قابل نسبت دادن هستش، به نظر من به موازات در واقع گسترش و تسلط بیشتر هر کدوم این نگاه ها هم تعهد به حقیقت، هم لزوم کاوش
گوش صدای سرکوب شده ها و معرفی دوبارشون، احیای دوبارشون توی عرصه اندیشه و فعالیت سیاسی و اجتماعی برای ما روشن میکنه که منظورمون از روایت مسلح چیه و تلاشمون برای احیای نگاه های سرکوب شده چی هستن. با سپاس از شما. من فکر کنم اینجا میتونم پرسش پایانی را از شما بپرسم. در ابتدای صحبت گفتید که اصلا تهیه شدن این کتاب بر اساس یک پروژه شکل گرفته. آیا این پروژه با همین کتاب خاتمه پیدا کرده یا ما باید منتظر باشیم که در آینده مثلا ادامه ای از این مجموعه رو بخونیم، حالا از فرد دیگه ای ولی با مثلا هم موضوعی مشابه یا با بازه زمانی مشابه؟ اگر به این پرسش من هم پاسخ بدید ممنون میشم. ممنون. بله حتما این در اصل این پروژه رو شاید به عنوان یک نقطه آغازی ما بهش نگاه میکنیم که هم برای خود ما یک آزمایشی بود برای اینکه به یک زورآزمایی بود به تاریخ، با تاریخی که در اصل بخش عمده‌ایش فراموش شده، بخش عمده‌ایش همونطور که در مقدمه کتاب ما بهش اشاره کردیم مثل یک کوزه انقلاب بود، مثل به کوزه‌ای تشبیهش کردیم که شکسته شده، تکه‌هاش اینور و آنور پرتاب شده، زیر خاک رفته. ما تلاش کردیم که یکی از این تکه‌های این کوزه رو بکشیم بیرون و در اصل این رو دوباره نمایشش بدیم، دوباره این رو به اشتراک بگذاریمش. و در همین حد هم فکر میکنم این پروژه اگر بتونیم در همین حد هم که این رو واقعا بتونیم به اشتراک بذاریم با مخاطبان، بویژه در داخل کشور، بویژه با جوانان که نیاز فکر میکنیم نیاز زیادی دارن با ارتباط گرفتن بی‌واسطه با کتاب و با این محتویاتی که داره، موفق شدیم. منتها برای خودمان نقطه شروع برای اینکه به بخشی از تاریخ انقلاب 57 بپردازیم که در اصل اون شعار اصلی انقلاب بود، یعنی استقلال و آزادی. و استقلال و آزادی فکر میکنم مهمترین خواسته درونی هر اکثریتی بود که توی اون انقلاب شرکت کردن. شاید اون درکی که از استقلال و آزادی داشتن نابسنده بود، شاید درکی که برای ساختن اون جامعه آزاد و مستقل درک کافی و بسنده‌ای نداشتن برای اینکه بتونن اون جامعه آزاد و مستقل رو بسازن، ولی کوشش بسیار مهمی بود برای اینکه جامعه رو رها کنن از یک فرماندهی، یک فرمانروایی پادشاهان و در اصل عبوری بکنن به مشارکت حد اکثر مردم در تعیین سرنوشت خودشون. و ما در روزهای نخست انقلاب با شخصیت‌ها، با گروه‌های سیاسی مواجه بودیم که اونها در اصل همچین خواسته‌ای رو داشتن و درک بسیار عمیقی داشتن از آزادی ها، بلکه درک بسیار عمیقی داشتن از استقلال، درک بسیار عمیقی داشتن از دموکراسی و مشارکت مردم. و اون بخشی هست از تاریخ ما که احیای اون مانند خیلی از بخشای دیگه از تاریخ ما که میتونه الهام بخش باشه برای ما که امروز بهش افتخار میکنیم، میتونه اون بخش از تاریخ هم، اون بخش از اون عناصری که چه زن و اون زن و مردهایی که در روزهای نخست انقلاب با انگیزه های عمیق شجاعانه مبارزه کردن و خواسته های بسیار بزرگی داشتن و به خاطر آرمان هاشون هم جان باختن اکثرشون، فکر میکنم بتونیم روی این پروژه کار کنیم. و در اصل رسالت شخصی و فردی خودمون میدونیم که هرچه بیشتر خودمون رو اول آگاه کنیم نسبت به اون تاریخی که داشتیم و این افرادی که میتونیم الهام بگیریم ازشون، ازشون درس بگیریم و حتی بعد و همچنین کاستی هاشون رو هم ببینیم و همین که اونها رو با مردم ایران و هموطنانمون به اشتراک بگذاریم. خانم فخفوری، صحبت پایانی شما. من ضمن این که خیلی از شما تشکر میکنم به دلیل ترتیب دادن این گفتگو، فقط میخوام یه مسئله رو بهش اشاره بکنم، اونم به نوعی دوباره پاسخ به همین سوالیه که شما در انتها مطرح کردین. بله حتما این نقطه شروعه، به دلیل اینکه سوال اینکه ما چرا اینی هستیم که الان هستیم و چطور الان رسیدیم به نقطه‌ای که اینجوری با توجه به موقعیت کنونی میتونیم توصیفش بکنیم، حتما بخشش از خلال شکافتن گذشته و نگاه دقیق به گذشته پاسخ میگیره. چرا اینجاییم، کجا میتونستیم باشیم و الان نیستیم و برای آینده چطوری میتونیم طرح‌ریزی بکنیم. این پروژه حتما ادامه پیدا خواهد کرد با تلاش‌های از همین جنس
و بله این شروعشه و من واقعا امیدوارم که در مسیر این کنکاش و شناخت، همونطور که ما به بخش از پرسش‌های فردی خودمون پاسخ میدیم، برای آگاهی فردی خودمون تلاش میکنیم، بتونیم موفق باشیم برای اینکه چیز ارزشمندی رو هم از خلال تلاش برای فهم حقیقت و احیای صدای سرکوب شدگان با دیگران هم به اشتراک بذاریم. این امید ماست، آرزوی ماست. سپاسگزارم شاهین نصیری و لیلا فخفوری آذر از وقتی که در اختیار من و زمان قرار دادید. ازتون سپاسگزارم. خیلی ممنون.